کسی حاج آقا چاق هست، یک بار تست تیروئید میده، نکنه کمکاری شدید تیروئید داره، اون رو باید درمان کنه تا چاقی مفرطش که به اصطلاح عامیانه میگن چقالی بادوم شده، بشکه شده، یا از در وارد میشه اول شکمش سلام میکنه بعد تنش میاد، اونا خوب بشه. یه بار دیگه نه، چاقی که شخص داره به خاطر پرخوریه، باز این دو جوره، یک بار پرخوری استرسیه، باز باید پیش متخصص روانشناسی بالینی یا علوم رفتاری بره یا پیش یه استاد اخلاق بره تا این درمان پرخوری استرسی بشه. یه بار دیگه نه، اشتهای کاذب داره، به خاطر اشتهای کاذب هی میخوره. حالا تو روایات شیعه میگه بعضی چیزا مکروهه چون اشتهای کاذب میاره، مثلا بلا تشبیه اگر این نون باشه، نون داغ باشه، نون داغ خوردن مکروه. دوم، آدم نون تازه رو اول بو کنه، استشمام کنه، بعد نون تازه بخوره، مکروه، چون استشمام نان اشتهای کاذب رو زیاد میکنه. لذا تو روایات شیعه نهی کرد. حالا اگر این اشتهای کاذب رو بخوایم از بین ببریم که پرخوری نکنه، که پس لرزه های پرخوری یکیش اضافه وزنه و چاقی مفرطه، از بین بره. تو روایات شیعه چند مطلب تذکر داد. یک، سیب میخوری اول بو کن و بعد سیب رو بخور. یکی مفرح قلبه که هفته های گذشته توضیح دادم، و دیگر این که سیب و آب سیب اشتهای کاذب رو از بین میبره و چربی های اضافه بدن حتی در جدار شکم رو ذوب میکنه. مصرفش رو چجوری باشه؟ یکی دیگه از چیزهایی که اشتهای کاذب رو از بین میبره مصرف خرماست بعد از غذا. لذا تو روایات اسلامی وسائل شیعه جلد 17 چاپ اسلامی تهران میگه 7 عدد خرما بعد از غذا. 7 عدد بعد. فواید زیاد داره. یکیش چیه؟ پرخوری رو از بین میبره، اشتهای کاذب رو از بین میبره. اونی که شما فرمودین اگر اضافه وزن داره، 40 بی بی هم به بالا، 15-20 کیلو اضافه وزن داره، چاقی مفرط داره و بیماری های زمینه ای و یا بیماری های متابولیکی نداره، اینجا با 4 عدد سیب اضافه وزنش در طی 2 ماه 15-20 کیلو کم میشه در بیماری های مختلف. اگر یبوست و نفخ شکم نداره، 1 عدد سیب رو سحر یا وقت اذان صبح میخوره با شکم گرسنه، 1 عدد بعد از صبحونه، 1 عدد بعد از نهار، 1 عدد بعد از شام، تو 24 ساعت 4 عدد سیب بیشتر نشه. بله. اما اگر شخصی که اضافه وزن داره، یبوست داره و نفخ شکم داره، اینجا دیگه توفاله سیب یا پیاره سیب رو نخوره، آبش رو بگیره، 1 استکان سحر یا اول از اون صبح، 1 استکان بعد از صبحونه، 1 استکان بعد از نهار، 1 استکان بعد از شام. یه سوال اینجا تو پرانتز رو به وجود میاد، این سیب رو با پوست یا بدون پوست؟ احسن. اگر مثلا اسید اوریک خونش بالاست، با پوستش بجوه، به شرطی که شن کلیه نداشته باشه و نفخ شکم، چون سیلیس SiO4 نفخ میاره. درست. یه بار دیگه نه، بیماری نقرس هم نداره، میتونه باز بخوره از باب پیشگیری، اشکال نداره. اما یه بار دیگه شن کلیه داره، نفخ شکم داره، اینجا میگیم بدون پوست. بدون. حالا از چیزای دیگه برای کاهش اسید اوریک خونش استفاده میکنیم، مثل جوشانده برگ یاس بنفش.